برمیگردیم به پنجره اصلی. حالا ما فرض میگیم شما میخواید یه دونه جدید بسازید، نیرو میزنید، نیرو که بزنید یک پنجره کاملا خالی رو میبینید که هیچ چیزی وجود نداره. حالا یه سری موارد هست که باید اضافه کنید. این نکته هم میگم قسمت متریال. حالا ما اینجا قسمت قبل توضیح دادیم اسم رو وارد میکنیم و اسم رو اینجا داریم، نه اینکه حالا خود متریال رو. حالا ما فقط خواستیم اسم نزدیک باشه به اون چیزی که داخل نرم افزار وجود داره. آیق ها هم به همین صورت میتونید اینجا دیتا ست پراپرتیز رو داشته باشید. جنرال، حالا اگر آیدی داره، کد داره، میتونید کد رو وارد کنید، توضیحات داره، کد بین المللی داره و قسمت لیمیت سیرکولار یا لیمیت رکتنگولار. حالا میخواید به صورت رکتنگولار اینزولیشن آیقتون ایجاد بشه با چه سایزی، میتونید اینجا همون مثلا اد کنید ماکسیموم واید یا عرض رو داشته باشید، ماکسیموم ارتفاع رو داشته باشید یا ضخامت آیق رو اینجا داشته باشید. اینجا هم برای سیرکولار میتونید داشته باشید ماکسیموم دیامتر، دیگه اینجا ما طول و عرض نداریم دیگه، دیامتر یا قطر هستش. اینزولیشن تیکنس آیق، ضخامت آیق اینجا چقدر هست. این هم مربوط به آیق شد. اگر هم خواستید میتونید اینجا دقیقا ببینید مشابه ها. من پیشنهاد میکنم اگر قرار چیز جدیدی بسازید یه کپی بگیرید، کپی تو سلیکت آف سلیکت رو بزنید، بعد اینجا حالا خواستید حذف کنید، تغییر بدید، هر کاری خواستید انجام بدید. این نکته هم بهتون بگم، حالا بهتره که برای خودتون یه دونه بسازید و این دیتابیس رو خرابش نکنید، بذارید باشه. چطور بسازیم؟ ببینید برمیگردم قسمت ماجیکال کامل نیو دیتا ست. اینجا امپتی دیتا ست خالی، حالا کپی میخوایم بکنیم، از یه جا میخوایم کپی بگیریم، یعنی یه جور کپی داشته باشیم با اسم جدید، یا یعنی که نه به صورت خالی داشته باشیم. من میخوام کپی داشته باشم، کپی فرام، از کجا میخوام کپی کنم؟ از اینجا انتخاب میکنم، اوپن رو میزنم، آدرس رو میگیرم، فایل نیم رو اینجا وارد میکنم. حالا مثلا اسمی که خواستید اینجا میتونید وارد کنید، مثلا من اسم رو میدم خب تهران بیم دیتا ست، دیتا ست ماجیکال. این ربطی به ورژن نداره ها، مثلا حالا من دیتا ستی که میسازم برای ورژن 2020 یا نه 2019، این دیتا ست برای هر دو ورژن کارایی داره. خب این که نوشتم، حالا در نهایت یه دونه صفر یکم میذارم، شاید بعدم بخوام اضافه کنم. بعد اینجا سیو رو میزنم و کرییت رو میزنم، ایجاد شد. حالا چطور متوجه شدم که ایجاد شده؟ یک قسمت دیتا ست اینجا سلکت دیتا ست، حالا انتخاب، حالا ما قبلش انتخاب کرده بودیم، بعد میگه مودیفای دیتا ست. ببینید از کجا داره میخونه، تیوی دیتا ست تهران بیم دیتا ست ماجیکال 01 با فرمت MRV. حالا دو این تغییرات بدید، قبلی رو نگه دارید، حتی شده زیپش کنید و دوی درایو دیگه نگه دارید کنید ازش، اون حالا دیفالت یا اصلیش رو. خب این رو متوجه شدید برای نیو دیتا ست چطور ایجاد کنیم که با هم ایجاد کردیم. یک گزینه هم داره ایمپتی دیتا ست، میتونید شما حالا فایل نیم اسم بهش بدید و اسم رو که دادید کریئت رو بزنید ایجاد شد. دیگه لازم نیست از جایی کپی کنه، یعنی از صفر میاد برای شما قرار میده، که این جالب نیست به نظر من، چون خیلی تنظیمات کلی وجود داره. اونایی که بحث مقدماتی متوسط رو گذرونده باشن میدونن که ما میخوایم مثلا تمپلیتی رو باز کنیم، میایم پیشفرض نرم افزار رو باز میکنیم بعد تغییرات میدیم، نمیایم از صفر شروع کنیم، چون واقعا کار رو سخت و پیچیده میکنه و یه سری جاها رو ممکنه برای ما مشکل ایجاد کنه. خب اینجا من کنسل رو میزنم، اونو که با هم ساختیم. حالا میایم قسمت بعدی، گزینه چهارم دیسکانکت دیتا ست. دیسکانکت دیتا ست رو بزنید، ماجیکال دیتا ست ایز دیسکانکتد فرام دی پروژکت، اومد از قسمت پروژه دیسکانکت کرد. اوکی بشه. ببینید حالا من مودیفایر زدم، میگه دیسکانکت شده،
آیا تمایل دارید یکی دیگه انتخاب کنید؟ یس رو میزنم، این پنجره باز میشه، دیتا ست هم انتخاب میکنم. حتی شما میتونید دیتا ست برای پروژه مختلف ایجاد کنید. این نکته هم بهتون بگم، باید برای اینجور موارد وقت بذارید و ممکنه وقت زیادی رو ازتون بگیره، مشکلی نیست، یک بار این وقت رو میذارید برای همیشه و اگر خواستید مدام میتونید این رو تغییر بدید، ارزشش رو داره. خب اوپن رو میبنیم و دیتا ست خودمون باز میشه. خب قسمت بعدی دیزاین دیتا هست. کارا شما میتونید دیتاتون رو اینجا طراحی کنید. چطور؟ یک علامت فلش اینجا وجود داره، یعنی میتونید اضافه کنید دیتا ها رو به دیتا ست اصلی خودتون. خب این دیتایی که وجود داره شامل چه چیزایی میشه؟ من انتخاب میکنم ابزار رو. از قسمت بالا دیتا تیبل با هم میخونیم، قسمت عایق سیستم تحویه، عایق لوله ها، عایق حالا درینینگ ها، عایق ونتیلیشن یا هم سایزینگ متد برای چی؟ برای هیتینگ اند کولینگ اند دومستیک واتر، سایزینگ فور اسپرینکل آتش نشانی، بالانس کردن سیستم تهویه، بالانس کردن سیستم کولینگ و هیتینگ. خب اولین گزینه اینزولیشن سریز ونتیلیشن هست که قبل عایق های سیستم تهویه میشه. اینجا یه سری کارنت پروژکت داریم، یعنی در پروژه جاری وجود داره، ولی چیزی اینها رو باید اضافه کنید، چیزی ما اینجا به صورت کلی نداریم. حالا این که نمیتونیم برگردونیم، بهتر که برنگردونیم بذاریم باشه دیفالتش. و اینجا مثلا T100 رو داریم، Thermal Insulation 100 میلیمتر، من میخوام اضافه شه. Copy Select Item to Current Project، اوکی میخوایم باشه اضافه بشه. اینجا رو هم میخواید اضافه میکنید. بعد حالا عایقای دیگه کالا میگم، اینجا عایقاشون مثلا عایقای با استاندارد EI120 هست. حالا ما اطلاع کلی راجع به این استانداردها نداریم، متفاوت هست. و قسمت پایپ میتونید پایپ یوزر کد توضیحات چیه، سری بین 20 تا 60 30 تا 80 اینجا میتونید عایقا رو اضافه کنید. مثلا من میگم 20 تا 60 رو میخوام اضافه کنم، برای درینر نمیخوام. قسمت سایزینگ متد، خب برای متد سایزینگ برای سیستم تهویه از چه متدی یا روشی میخواید استفاده کنید؟ خب این پارامتر رو من در نظر میگم، مثلا میگم که فشار من ماکسیموم افت فشارم چقدر باید باشه؟ 1 پاسکال. اگر میخواید این شامل محاسباتتون باشه اضافه کنید. مثلا بر اساس سرعت 4 تا 8 متر بر ثانیه، ماکسیموم پرشر لوس ولاسیتی باشه، اینجا اضافه کنید. قسمت هیتینگ اند کولینگ، اینجا میتونید بیاید مشخص کنید. خب اینجا سرعت، حالا فشار رو داریم، سرعت رو داریم، که این برمیگرده به سیستم تهویه. آتش نشانی رو داریم، اینها رو سمت راست اضافه میکنیم. حالا دیتایی که داریم اینجا کپی سلکت، حالا قسمت بالا هم این کار رو انجام دادیم. حالا میتونید از این یک نیو بسازید، میتونید نیو باشه و کپی کنید، دقیقا همون رو کپی کنید و تغییر بدید. و همینطور میتونید حالا اسمش رو تغییر بدید، این قابلیت وجود داره. حالا اینجا اسپرینگ کرنز نوشته تعداد اون هست، اینا رو جلوتر میرسیم حتما توضیح میدیم راجبشون. بعد میتونید دیلیت کنید، پراپرتیز مشخصات رو تغییر بدید، اگر نخواستید راست کلیک دیلیت میکنم. مثلا قسمت ونتیلیشن، این مربوط به بالانسینگ متد میشه ها، بالانسینگ سیستم میشه، موقعی که شما میخواید سیستم رو بالانس کنید. کالا نوشته دیفالت بالانسینگ متد، لیمیتد تروتلینگ و نیو بالانسینگ متد. حالا البته این نیو میشه، میتونیم اضافه کنیم، یه لحظه با هم نگاش کنیم. خب دیتایی که اینجا وجود داره، مثلا بالانسینگ فلو، حالا دمپر ممکن داشته باشه، مقدار دبی دمپر، دیوایس، حالا دیوایس که داره لیمیت فور فلوتینگ فلو دمپر،
مینیمم ماکسیمم چقدر باشه این پاسکال واحد رو دقت کنید. حتما اینجا پرسنتیج یا درصد هسته و قسمت های دیگه. حالا راجع به اینها مفصل توضیح میدیم جلوتر، میرسیم به عنوان مثلا قسمت ventilation, piping, sprinkler که این موارد رو مجبور هستیم بررسی کنیم. خب اینجا من اگر نخواستید میتونید راست کلیک کنید، گزینه دیلیت رو انتخاب کنید. اگر هم انتخاب نکنید کلوز رو بزنید، میاد خود حالا نرم افزار اینها رو به دیتا ها رو به محاسباتتون اضافه میکنه. حالا من چند مورد اضافه کنم، مثلا این مورد، مثلا این مورد. ببینید الان اگر کلوز رو بزنم یه لحظه چیز لود شد، دیدید خیلی سریع اونا رو اومد اعمال کرد. اگر هم نخواستید برمیگردید که اونها رو حذف میکنید. اسمی که نداشتیم اینا رو من حذف کنم. اوکی اینجا بود، چند تا رو اضافه کردیم، من اینا رو سریع حذف کنم تا برسیم به قسمت بعدی. خب این که لازم میزنم تمام شد. خب ادامه بحثمون بمونه برای قسمت بعدی که میایم راجع به پنجره سیتینگ صحبت میکنیم و ابزارهای دیگه.